برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می وبسایت شبکه اچ انگلیس تیوی یا پاکستان با انتشار گزارشی از خروج دسته های پرشور ازاداری به مناسبت سالروز شهالت مولای متقیان حضرت امیر علی علیه السلام در کشور پاکستان خبر داد در این گزارش آمده شیعیان سراسر پاکستان روز گذشته چهارشنبه با شور بسیار زیادی شهادت امام علی علیه السلام را گرامی داشتند و دسته های ازاداری زیادی در خیابان های شهرهای مختلف حضور یافته و به احترام پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله مراسمی برگزار کردند گفته می شود این مراسم زیر تدابیر امنیتی شدید نیروهای امنیتی و پلیس پاکستان انجام شد تا جلوی وقوع هر گونه اقدام یا عملیات تروریستی از سوی سنی های تنروی تروریستی گرفته شود دانشجویان شیعه در شهر ماهاجانگا در کشور ماداگاسکار در ماه مبارک رمضان سال جاری به زیافت افتار دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی صادق شیرازی الله در این شهر دعوت هستند این دانشجویان که در خوابگاه سلطان المؤلفین از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله لزما شیرازی در این شهر اسکان داده شدند روزانه پس از اقامه نماز جماعت برای صرف افتار در این خوابگاه گرده همیان هم منابع رسانه و محلی از وقوع طوفان‌های شدید و باران‌های سیلاسا در مناطق مختلف عراق در 48 ساعت اخیر خبر دادند. گفته می شود این طوفان‌ها و باران‌های سیلاسا به قدری شدید بوده که به برخی اماکن عمومی نیز آسیب رسانده است و موجب تعطیلی رسمی برخی استان‌های جنوبی عراق شده است. بر اثر وقوع این طوفان سقف ایس بازرسی دروازه شهر دیوانیه به سمت نجف اشرف که اخیرا افتتاح شده بود تخریب شد شرکت استارتاپ در نیجریه یک محصول جدید بیمه اخلاقی خود را راه کرده که بر اساس اصول اسلامی و برای بازپرداخت بیمه گذاران و جمام آنها طراحی شده است. دارندگان بیمه نامه به ایک صندوق یک صندوق مشترک کمک می‌کنند تا یکدیگر را در برابر خسارت و زیان پوشش دهند و یک بار در سال تمام وجوه باقی مانده را پس از کست مطالبات و هزینه های مربوط جمع آوری می کنند و مجددن بین بیمه شدگان توضیح می کنند پیش بینی می شود که بازار جهانی بیمه تکفل تا سال 2030 به 97 ممیز دهم میلیارد دلار برسد